کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا، سخنرانی های ایلیانا روزلهتینن و قاضی تدپو، رؤسای زیر کمیته های خاورمیانه و تروریسم. رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. کنگره باید به افزایش تحریم ها علیه رژیم ایران تا وقتی تمامیت برنامه اتمی را کنار بگذارد ادامه بدهد. ایلیانا روزلهتینن رئیس زیر کمیته خاورمیانه و شمال آفریقا و قاضی تدپو رئیس زیر کمیته تروریسم در کنگره آمریکا در سخنرانی های خود در یک جلسه استماع مشترک این کمیته ها بر نقش رژیم ایران در تروریسم بین المللی تاکید کردند و خواستار تشدید تحریم های آمریکا علیه رژیم آخوندی شدند. قاضی تدپو رئیس زیر کمیته تروریسم در سخنان خود گفت: رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان و یک تهدید صلح و امنیت نه فقط در خاورمیانه بلکه برای همه جهان است. رژیم ایران با استفاده از سپاه پاسداران، سرمایه گذار و آموزش دهنده و تهیه کننده تسلیحات و فرمانده تروریسم در همه جهان است. رژیم ایران عامل خود حزب الله در لبنان و سوریه را مدیریت می کند که نشان دهنده همین موضوع است. رژیم ایران همچنین حمایت کننده حملات در کشورهایی از جمله هند، تایلند، گرجستان، کنیا و حتی در کشور خودمان ایالات متحده است. به عنوان دولت مذاکره کننده با رژیم ایران در مورد برنامه هسته‌ای آن، ما نباید تمرکز خود روی دخالت رژیم ایران در تروریسم را فراموش کنیم. این استماع چگونگی متوقف شدن جنگ و ستیز نیابتی از جانب رژیم ایران را آزمایش خواهد کرد. ایلیانا روزلهتینن رئیس زیر کمیته خاورمیانه و شمال آفریقا در سخنرانی خود تاکید کرد: دولت آمریکا از مردم آمریکا درخواست کرده است که ایمان زیادی به ادامه مذاکرات با رژیم ایران در مورد برنامه هسته‌ای این رژیم داشته باشند. جزئیات طرح مشترک عملی پنهان نگه داشته می شود و همچنان این موضوع ادامه دارد. دولت از مردم آمریکا می خواهد که اطمینان داشته باشند رژیم ایران بر اساس قوانین بازی می کند. ولی ما 35 سال سخت را پشت سر داریم که مدارک و اسناد به ما می گویند رژیم ایران به وضوح غیر قابل اعتماد است. وقتی که همه تمرکز در این مذاکرات روی برنامه هسته‌ای رژیم ایران است، آن چیزی که بسیار از آن چشم پوشی شده این است که چقدر این رژیم خطرناک و ستمگر است. رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و به دنبال صدمه زدن به ایالات متحده و متحدان ما در همه جاست. هنوز دولت آمریکا طوری عمل می کند که گویا برنامه هسته‌ای رژیم ایران در یک خلأ وجود دارد و گویا این برنامه با فعالیت‌های تروریستی رژیم ایران بی رابطه است. این استماع به عنوان یک یادآوری و هشدار مهم برای خطرات معامله با رژیم دغلکار ایران عمل خواهد کرد و اینکه به طور مطلق حساس و حیاتی است که کنگره به فشار برای افزایش تحریم ها علیه رژیم ایران تا زمان کنار گذاشتن کامل تمامیت برنامه اتمی‌اش ادامه بدهد.